خب بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. و توی این ویدیو شن بزرگ آوردیم تا به جاوی نشون بده تو پیش بینی ها کی قدر تره. خب بچه ها، توی این ویدیو هم که گفتیم قراره پیش بینی کنیم مرحله حذفی و از اول تا آخر، یعنی تیم قهرمان. ولی سخته روشن، احساس میکنم خیلی خیلی سخته. بسیار من نگاه که میکنم نزدیکن تیم هره، تو محله گروهی هم همه نزدیک هم و عجیب غریب اصلا نتایجی رقم خود که بگریزون بود. مثلا نمیدونم مالزی و چاریز فکرم اردن برده بود بس. اردن نه، کره. آره دیگه، چهار تا به مالزی زد، بعد کره با مالزی مساوی کرد. آره عجیب. بعد بحرین هم اردن رو زد اصلا. البته داستان های داشت، حالا میرسیم بهشون. آره. خب بازی اول که میخوایم بریم سراغش، استرالیا در مقابل اندونزیه. خب این فکر کنم آسون باشه، یکی در میون بگیم دیگه. اول نظر بازی اول، نظر اول تو بازی دوم، نظر اول همجور زیگزاگ بد داریم. خیلی تو بگو اول بعدش. من خب میگم استرالیا میاد بالا. استرالیا مطمئنا لولش، استرالیا و کره و ایران و ژاپن و اینا بالاخره مدعی همیشگیان. خیلی 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 بعیده که اندونزی بخواد حرکتی بزنه. تو چی؟ منم موافقم. استرالیا رو الان خیلی قدر نمیبینم حقیقت، اما اندونزی هم یه ذره مثلا تیم بهتری بود، ازبکستانی چه میدونم عراقی قطری چیزی بود میتونستم چیز کنم، ولی اندونزی دیگه نه. بر همین حالا استرالیا رو منم میبرم بالا فعلا. اوکی. بازی بعدی اما قطر در مقابل فلسطین کبیر و مظلوم. قطر و فلسطین. فلسطین خیلی تیم جالبی شده. فلسطین آره تیم خیلی خوبیه. به سختی قطر میره بالا. احساس مثلا یکی خیلی سخت. شاید مثلا مساوی شه بره وقت اضافه و اینجوری. من اونجوری فکر نمی‌کنم. احساس می‌کنم مثلا خیلی بخواد دیگه سخت شه یکیش توی 90 دقیقه بزنه. من میگم قطر میره بالا این مرحله. من بنظرم خیلی سخت میشه بازیشون، چون فلسطین با انگیزه و اینجور غیرتی اینا بازی میکنن. حالا بازی بعدی عربستان و کره، بازی جذاب و حساس و کلاسیک. این خیلی سخت داره. خیلی سخت. تو باید بگی. من باید بگم. من نظرم روی کره است بیشتر. شاید بعضیا تعجب کنیم بگین کره که میدونم مالزی رو نمیتونه ببره و فلان بسار. من بازی عربستان دیدم تو مرحله گروهی، خیلی تقلق میزدن. یعنی مثلا همون بازی اولشون جلو عمان که بعدش معلوم شد عمان واقعا تیم خیلی خوبی نیست توی این تورنمنت، دیدیم که به سختی تونستن برنده بشن. از اون طرف کره من احساس می‌کنم مشخص بود دیگه، از قصد اردن به مالزی 4 تا زد تو نتونی مالزی رو ببری. مربیشون اصلا بنده خدا معلوم بود از سر آورده بودن گذاشتن رو نیمکت، گفته بودن بیا فقط تیم ما رو کوچ کن واسه این جاملتا. به خاطر همین من واسه این بازی میگم که کره میره بالا. چی روشن؟ حالا من چیزی که مد نظرم بود قبل از اینکه صحبت رو انجام بدی عربستان بود، اونم عوض نمیکنم چون عربستان مربی خوبی داره، مانچینی آورده و لیگش هم بهتر کرده و نتیجه گره هم هست مانچینی، و کره هم تو خط دفاعی خیلی متزلزله. بنابراین به نظر من عربستان میره بالا. بازی بعدی ازبکستان و تایلند. من باید بگم خب تایلند خیلی تیم خوبی داره، خیلی کشور مردمان مهربان، خوش آب و هوا، کشور زیبایی داره. روشن جان پیش بینی فوتبالشه. آره به نظرم بازی پای پای قد بودن، بازی خیلی سختیه، شاید ممکنم وقت اضافه اینا بره. ازبکستان به هر حال تیم خوبیه، لیگ خوب، لیگ خوبی دارن، تیمای خوبی دارن تو کشور، و همین ازبکستان هم معمولا به خاطر یه کشور. ببین چجوری بازی با کجا بردی بابا، ازبکستان میزنه دیگه، معلومه میزنه. تایلند سوم شده بود، نه فکر کنم بود یکی از تیمای سوم اومد بالا. درسته؟ آها نه دوم اومد بالا، تیم دستو بسته نه، ولی خب فکر کنم ازبکستان بره بالا، راحت هم احساس کنم بره بالا. بازی بعدی تاجیکستان در مقابل امارات، بازی جذاب و نزدیک دیگری که سخته واقعا. یکی منم آره تو این بازی رو خیلی سخته اصلا. امارات جلوی ما نشون داد که واقعا تیم بدی نیست، یعنی همیشه امارات هم چیزه توی سطح. آره لامصب، من 10 سال 15 سال داریم بازیش دنبال میکنیم، واقعا همیشه توی سطح بودن. خیلی بخوام بیام بالا دیگه یک چهارم نیمه نهایی بیان دیگه کلاش نوبت بندازم بالا. اون طرف تاجیکستان هم امسال مثلا گفتیم دیگه الان تیمای باشگاهشون هم قوی‌تر شدن،
خودشونم ملیشون قوی تر شده و تونستن که ما تیم دوم چینو کنار بزنن بعد قطر بیان بالا. به این احساس کنم این بازی میده مثلا وقت اضافه پنالتی قشنگ، این فکر کنم احتمالیه که خیلیاتون بدین و در نهایت فکر کنم تاجیکستان بره بالا. من حقیقتاً چیزی که از قبل اینکه صحبت کنم مد نظرم بود تاجیکستان بود. نظر من شگفتی که داریم داشت تاجیکستان، چون هر دوره چند تا شگفتی داریم، مثلا 3-4 تا شگفتی داریم، به نظرم یکیش میتونه تاجیکستان باشه. امیدوارم باشه، تیم واقعا دوست داشتنیه. بازی بعدی اما ایران کبیر در مقابل سوریه مظلوم، نظر تو چیه آقای روشن؟ ایران میره بالا دیگه. به نظرت دردسر میافتیم یا نه واسه این بازی؟ یکم سوریه سبک بازیش چیزو داره، دفاعیه خربینو چیزو داره، ولی فکر نکنم مشکلی ایجاد کنه. میبریم انشالله براید. منم نظرم رو ایرانه. خب البته که احساس کنم باید یه کمی مراقب باشیم، هم خط دفاع ما چلمنگه، هم این طرف مثلا اینا مهاجمه قابل دارن، خربینو دارن و سوما رو آورده بود این تورنمنت، نیدم بازه سوریه مثلا نمیدونم، فکر کنم نداره چون کاپیتانشون چیزه خربینه کاپیتانش. خب خلاصه خربینو پس دارن، باید مراقبشون باشیم، ولی در نهایت ایران به نظر من میره بالا. بازی بعدی عراق در مقابل اردن، عراقی که ترکون دیگه توی این تورنمنت تا اینجا عجیب غریب خوب بودن، اردن هم خوب بود، اردن هم در عین ناباوری 4 تا زده یه دونه توی این تورنمنت. پیشینی چه؟ منم خب پس به نظرم عراق میره بالا. اردن تیم خوبی نشون داد ولی یکم مثلا به مالزی 4 تا زد که گفتیم خب مالزی تیم ضعیفیه، اون کورن باش مساوی کرد، بیشتر کور خودش میخواست که مساوی کنه نه اینکه مالزی بخواد. پیش بینی من اینه که عراق میبره، مثلا خیلی تیم خیلی خوبی دارن. اون ایمن حسن عجب حیوانیه جلو، یعنی دو سه تا گلاش رو دیدم مثل سگ خوشو میکوبه به دفاع یا زاد سوپر دروازه. خب من بگم این که به نظر من میگم که اردن میگه اردن به نظر من میره بالا. روشن ناموسن اگه اینجوری شد یه شام بهت میدم خدا وکیلی. به نظر من اردن تیم خیلی خوبیه، همونطور که گفتی 4 تا به ماریز، من داشتم گروه ها رو نگاه میکردم، 4 تا به ماریز زد و با کرم مساوی گرفت و کرم من فکر نمی کنم اصلا تیمی اونقدر ریسک کنه که بیاد هر سه تا بازی رو خراب بازی کنه که مثلا تاکتیکش مثلا بخواد بود، در همین به نظر من واقعا خودشون امتیاز میگیرن. و عراق هم تیم خیلی خیلی خوبیه، ولی نمیخوام بگم، ولی شاید انتظارات خیلی بیش از حدی برشون ایجاد شده و اردن انگیزه خیلی بالایی جلو عراق داشته باشه، عراق ممکنه دست کم بگیره، در حالی که اونقدر قدرت نداره که بخواد دست کمم بگیره و همین منظرم یه شگفتی دیگه میتونه بردن اردن جلو عراق باشه. خطرناکه پیش بیدن این روشن مواجه باشه. بازی آخرم که توی دوره کشتم میشه بحرین در مقابل ژاپن، دیگه ناموسن ژاپن بیا بالا خدا وشی آبونو نباید. بحرین هم تیم بدی نبود. آره جان، آره بحرین هم تیم خوبیه، ولی ژاپن با تجربه است، برای بازیکن خیلی بزرگی داره، دست کم هم بگیره اونقدر قدرت داره که بتونه دست کم بگیره. به نظر تو توی گروهی ژاپن یکم تقلق بود، خودشون زیاد مثلا اینجوری نبودن، ژاپن اون قدرت رو داره که بخواد بعضی بازی ها رو شل بگیره تو گروهی، مثلا الهلال بود تو بازی گروهی ها رو یکم شل میگرفت، ولی میگم اون قدرت رو داره که بخواد این کار انجام بده، ولی برکره من باید میدونم تو افتاد بود. پس هم من هم روشن معتقدیم که ژاپن میبره. حالا پس کیا به کیا خوردن؟ حالا تو قسمت خودتو بگو. پس برای من کره استرالیا تو شدی عربستان استرالیا درسته، یه دونم میشه اردن و تاجیکستان واسه تو، بقیه همون یکیم دیگه. حالا بریم سراغ بازی یک چهارم نهایی و بازی اول کره استرالیا که من پیش بینی کردم میخورم با هم دیگه. استرالیا رو من نمیدونم چرا مردم خیلی جدیش نمیگیرن روشن. یکم بازی آخر چیزی داره، یکم شاید کسل کننده باشه، قبول دارم، ولی تیم خوبی ها و جام جهانی آرژانتین به زوری ناراحتی ها. آره تیم خوبی ها. توی همین جام ملت ها هم که دارو خیلی ساده بازی میکنه، نجاشو میگیره، کم سر و صدا بی حاشیه داره میاد بالا. خب بعد کره هم این ور
بالاخره یه کمی چیز نشون داده دیگه. انتقادام خیلی از کلیزمن زیاده، بهش میگن ترسوی، نمیدونم به درد ما نمیخوره. الان جوشون یکم متشنجه و حالا بسته به اینکه چه جوری عربستانو حذف کنه بیاد بالا، من احساس میکنم استرالیا این بازی میبره. ببین نیمه نهایی منم عربستان و استرالیا رو گفته بودم، نظر من عربستان استرالیا رو میزنه میاد بالا. عربستان میزنه، آره چون بازیکنای خوبی هم داره سرمت استرالیا داره. احساس میکنم به خاطر رونالدو داری نه یکم جانب دارانه میگم. به نظر من استرالیا اونقدر تیم خوبی نیست. آخه میدونید که دوستان روشن النسفنه. بازی بعدی اینجا جفتمون یکیم دیگه، قطر و ازبکستان جفتمون گفتیم که میخورم من تو یک چهارنایی. اینم نختو نزدیک خواهد بود. اینو بعد من بگم فکرم تو بگو تو بگو. قطر و ازبکستان، من حس اولی هم به قطر بود و عوضش نمیم. ازبکستان اونقدر شخصیت نیمه نهایی رفتن نداره به نظرم هنوز، و قطر هم تو خونه خودشه به نظرم قطر میاد. قطر من اجازه دادید که ازبکستان خواب کنم دوستان. ازبکستان امسال خیلی تیم فیزیکی و جونداریه، بعد قطر از اون ور دقیقا احساس کنم نقطه ضعفش اصلا فیزیک و چیزشونه. مثلا بازیکن فانتزی اکشن خفیف و موزلی اینا رو دارن، ولی مثلا تو بحث فیزیکی باشه همین چند وقت پیش از تیم ملی ما 4 تا خوردن. آخه کیروش مربی بود اصلا با سبک. آره میدونم، ولی خب خود کیروش یعنی بر سبک مزخرف نمیخوام بگم، سبکی که به سیستمشون نمیخواد بازی کنه. جسارت واقعی کیروش اگه این ویدیو میبینی کیروش، یعنی مثلا با قطر بخوای با اون سیستم بازی کنی، خب قطر نابود میکنی از این نظر. بازی بعدی، بازی بعدی یک چهارم از نظر من رخ میده، عراق و تاجیکستان بود. اینم بازی جذابی خواهد شد، نمیدونم چرا ولی عراق دائم نیمه نهایی از نظر اول تورنمنت عمرن به خودم جرأت رو نمیدادم بگم عراق تا نیمه نهایی میاد، ولی احساس کنم عراق بره نیمه نهایی و تاجیکستان هضم میشه دیگه. با عرض معذرت خدمت تاجیک های عزیز که میبینید، تاجیک ها بخوای نیمه نهایی ببری ولی فکر کن بگیم میره و بره چه سوپری بشه. خدای پیشبینی سجاده کریمی تو هم بگو از این محله. ببین من نظرم رو اردنه بابا دهنه، چون تاجیک به نظر من اونقدر به خودشون اصلا باور نداره که بخوان نیمه نهایی. اردن داره خب، اردن باز به نظرم داشته باشه، چون چند سالی هست تو این سطح آسیا بازی میکنن. تاجیکستان تو این سطح هیچ وقت نبود، بر همین به خاطر تجربه‌ای که دارن حالا اردن رو میاریم بالا. جالبه واقعا جالب. بازی بعدی ببینید سجاد، حالا یه پیشبینایی میشه همیشه خب بگو، ولی بخوای تو چیز کنی اون که واقعیت اتفاق میفته، از هر 10 بازی میبینی 3-4 تا قشنگ اینجوری نتایج عجیب غریب میاد، و همین من نمیزم مثلا بگم به راحتی کره میاد بالا سانه، اینجوری نیست، واقعیت اتفاق نمیفته. همیشه یه تیمی هست که همه پیش بینه رو به هم آره، آره. به نظر جوپن به نظر روشن تیم هایی هستن اردن. که مثلا چیزن به نظر میاد مثلا خیلی خاص نیستن ولی میاد آره. خیلی مرحله گروهی بعضی تیم هستن که اوورریتد میشن یه ها مثلا میرن تو شو میکنن. داشتیم دیگه تورنمنت قبلی هم جام جهانی قبل مراکش داشتیم، کاستاریکا دوره قبل مثلا داشتیم. بازی بعدی ایران و ژاپن، بین عقل و عشق یکی هم دست. خب من خیلی میترسم از ژاپن. بنده خدا روشان خیلی خون سرده، اینو میگه یعنی واقعا باید بترسید دوستان. من باید بگم اول؟ اینو من باید بگم؟ بگو. ایران و ژاپن، این واقعیتی بخوام نگاه کنم، از نظر فنی بخوام بگم، از هر نظر، از لحاظ روحی مثلا، چون یکم ترس از ژاپنم، یه شخصیت لوزر جلو ژاپن داریم برخلاف کره. آره دیگه. برای همین شانس ژاپن بیشتره، ولی من چرا ایرانو میگم؟ به دلیل فنی ایرانو نمیگم، به دلیل اینکه بازیو میبینم خیالم راحت باشه. خیلی گنگفتی باشه. بابا ایرانو میگم که مثلا ژاپنو بگم دو حالت دو دل نباشم، میخوام بازیو خوب حال کنم و به خاطر علاقه که دارم به ایران. بازم نفهمیدم ولی خب میپذیریم. یعنی به خاطر احساس ایرانو میگم. اوکی الان گرفت. من ندیگه، من اینجا اجازه بده که منطق رو پیش بگیریم. آره روشن، ژاپن میره بالا دوستان، دلتون رو صابون نزنید. منم دوست دارم ایران بره بالا. منطقی هم خیلی چیز نیست، مثلا بازیکن خوبی داریم، سردار طارمی تو هجوم،
میتونیم هم ببریم حالا ببینیم. در سریزه ما یه سردار تارمی داریم اونا مینامینو، اندو، فلان، بیسار، کوبو، همه شون ستارن، همه شون دارن تو بهترین تیم اروپا بازی میکنن. یه بارم ما ببریم ببریم، من دشواری ندارم روشم، ولی موضوع این راستی نمیشه درسته. نمیدونم، خیلی ایشالله خیلی. من اینو میزنم که ما دوست دارم این اتفاق بیافته دیگه. الان چی ولی پیشبینی برای تیمی که مثلا فیوریته، مثلا هوادارتی هوادارشی خیلی چیز نیست. من چیز نیست منطقه قرار نمیدی و مثلا آره دیگه بالاخره یه کمی آره احساسی تصمیم یعنی نمیدونم مثلا احساس ترسی هم که از ژاپن داریم ممکنه که اینجا اشتباه کنیم و ژاپن رو بگیم. به خاطر همین میگم این درصد خطاش بالا هر کدوم بگیم. من شدم استرالیا و عراق. اونجوری که طبق پیش میام رفتیم جلو، استرالیا و عراق میرن نیمه نهایی و این بازی شاید باورتون نشه ولی من میگم عراق میره فینال. دوستان عراق خیلی عراق فینال گفتن. آره به طرز عجیب احساس میکنم تو کشورشون به شدت همدلن اینا، یعنی خیلی دارن ساپورت میکنن بازیکناشون و بازیکناشون هم عجیب غریب انگیزه دارن روشن، یعنی میگن دیگه بریم واقعا دل مردم رو شاد کنیم، همه چیمونو بزنیم. میدونم شاید خیلی عجیب و غیر منطقی باشه ولی همین عراق تو بدترین شرایط 2007 قهرمان شد. روشن میگفتم تو جنگ بوده رسما کشورشون رو قهرمان شدن، یعنی اون رگه بگیره با ویلاس دیگه. به خاطر من فکر کنم عراق تیم با غیرتی هستن. آره دیگه. تو چی نیمه نهایی چی شد؟ اردن عربستان بود. از هم عربستان میاد بود. اردن عربستان. عربستان فینال. خدا رو شکر اردن نبرد فینال. نه دیگه. ژاپن و ازبکستان برای من شدن تو نیمه نهایی دوستان و به نظر من ژاپن میره فینال دیگه. ازبکستان با تمام احترام به طرفداران پرشمار ازبک در ایران، دیگه ژاپن به نظر من باید بره فینال. خیلی خیلی سخته که ازبکستان بخواد از پس ژاپن برمیاد. به نظر ژاپن اگه بتونه بازی حذفی خوب ببره دیگه این اعتماد به نفس بگیرن، کار آسیا زاره. کی جلوشونو بگیره خدا میدونه. پس فینال من شد چی؟ عراق و ژاپن. عراق و ژاپن. برو تا هم ببینم چی میشه فینال. هم ایران و قطره که به نظر من ایران میاد بالا و میگم یه اصلاحی هم بدم، یا ایران میاد یعنی همون نتایج، احتمالاً ژاپن میاد بالا. اونی که واقعیت ژاپن. روشن قلبش داره یه چی دیگر رو میگه، عقلش یه چی دیگر. آره برای همین میگم ژاپن یا ایران به هر حال هم مسیر. الان فینالیست تو ایرانه دیگه. ایران عربستان. آره برسیم به فینالی که از نظر من قراره داشته باش، عراق و ژاپن. ژاپن قهرمان شه دیگه. دوست دارم عراق قهرمان شه، خیلی جالبه باشه میشه عراق قهرمان شه، ولی واقعا یه سخته. ببین ژاپن میگم کیفیت بازیکن‌ها، کلاس بازیکن‌ها، بازی حذفی هم ببرن اعتماد به نفس به این اضافه شه دیگه واویلاس دیگه. کی و چه جوری میخوان جلوی این ژاپنو بگیرن من واقعا نمیدونم دیگه. اون تیم مقابل چقدر باید انگیزشی قوی باشه، چقدر باید تکنیکی تاکتیکی همه جوره سر باشه که بخواد ژاپنی رو که تو جام جهانی رفته آلمان و اسپانیا رو به اون روز انداخته، اومده بازی دوستان 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا به این تیم و اون تیم زده. میگم واقعا اصلا خیلی برای من دور از ذهنه یه تیمی به جز ژاپن میخواد قهرمان این دوره بشه. به نظر من در نهایت ژاپن قهرمان. فینال ایران عربستان رو گفته بودم، من واقعا دوست دارم این بشه. بشینیم بازی ببینیم خیلی سخوریم ما ایران عربستان رو. خیلی سوپر، خیلی قشنگ میشه و به نظر من ایران قهرمان میشه اگر ژاپن رو ببره، که اون قسمتش رو میگم فاکتور بگیر. مگر ژاپن رو ببره این سیستم میشه ایران قهرمان. الان ایران عربستان فینال تو. آره آره و... برای تو هم ژاپن و عراق. قهرمان تو شد ایران. آره قهرمان تو ژاپن. قهرمان من هم ژاپن. بسیار پیشبینی جالبی بود دوستان. البته بچه واسه تک تک بازی هم باز چیز میذارم، ویدیو پیشبینی میذاریم. حالا شاید مثلا یه بازی دور اول تیمه نتونه خیلی خوب ببره، من از هم نمیز شد. مثلا من گفتم استرالیا ببینم اندازین رو نمیتونه اونجوری محترم ببره، بازی بعدی مثلا بخوره به کره عربستان بگم حذف میشه. میخوام بگم الان پیش بینی من با توجه به شرایط حال حاضر اینا بود و همچنین روشن و منتظر ویدیوهای پیش بینی بازی ها هم باشید. شما هم حتما توی کامنت ها بنویسید که نظرت در مورد پیش بینی من روشن کبیر چی بود، اگه جای مخالف بود موافق بودید بنویسید، هم من هم روشن میخونیم جوابتون رو میدیم. و اینکه اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید، زنگوله رو هم بفشارید. نوشرتونم دیگه. شما سخن دیگه دارید روشن؟ من دیگه چه سخن. پس تا دیداری بعدی فعلا خدا نگهدار. یارو نسا نداشت.